نگفته است، برای اینکه مولانا یک پلورالیسته. مولانا در جاهای دیگر مثنوی خیلی به درستی و به صراحت به این معنا اشاره میکنه، میگه از نظرگاه است این مقصد وجود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود. اختلاف مؤمن و گبر و یهود از نظرگاه است، از منظر است، از دیدگاه است، نه از دیدگاه پیروان، از دیدگاه پیامبران. پیامبران چون از جهات و زوایای مختلف به عالم نظر می‌کردند، منظرشون متفاوت بود، لذا درکشون و دریافت‌هاشون هم متفاوت بود. یا اینجوری بگیم، خداوند چون بر آنها به تفاوت تجلی می‌کرد، بر یکی به گونه‌ای و بر کسی بر پیامبر دیگری به گونه دیگری، لذا اینها درک‌ها و شناخت‌های مختلف پیدا می‌کردند از خدا، از عالم و از تاریخ و از آینده بشر و غیره، و لذا دینها مختلف شد به این معنا. و به قول مولانا این سفال و این پلیته دیگر است، نور دیگر نیست، نور همان نور، چراغا مختلف شدن. ببینید چقدر این تعبیر و این تمثیل بجاست، چقدر حکیمانه است و فهیمانه است. چندین چراغ هم، یکی نور از این چراغ میگیره، یکی نور از اون چراغ میگیره. ممکنه این چراغ هایی که درخشنده تر باشه، یکی کمتر، یکی رنگی داشته باشه، رنگ، ولی نور همان نور است و همه اینها از جنس نور و تنویر و روشنگری و هدایت هم. خب برویم سراغ داستان. در درون سینه مهرش کاشتند، نایب عیسیش میپنداشتن. او به سر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. هم در مسیحیت مفهوم دجال هست که آنتی کرایست بهش میگن، و اونها هم معتقدن که در آخر زمان اند آف تایم میاد و راه زمان.